برنامه تشکیل باغ گیاه‌شناسی که هدف اون وارد کردن و بومی کردن هر گونه گیاهان غیر بومی مناسب با شرایط اکولوژیکی منطقه گرگان هستش، از سال 1365 با وارد کردن گیاه پانولیا از کشور چین آغاز شد. البته میدونین که گیاه پانونیا بسیار نرم و سفید و سبکه و چوب اونم در برابر پوسیدگی بسیار مقاوم هستش. حضرت من الو سلام خانم رستمیان. سلام خانم زمانی، سرمنده مزاحمتون شدم. خانم چشی از صبح منتظرن که من به شما زنگ بزنم که سفر مشهد چی شد. بهش بگین چشم، یادم نرفته. دارم هماهنگ میکنم که یه جای خالی پیدا کنم برای سفر مشهد. باور کنین چاره جزئی نداشتم که باهاتون تماس بگیرم. خیلی لطف کردین. خواهش میکنم، این حرفا چیه؟ به هر جهت اون پیرزن رو قول و قرار من حساب کرده. خداحافظ. خدمتتون عرض کنم آقای شریفی، سوابق جپو و اسارت شما برای مافیا به سرتون کافیه. منتها حتما باید توی شورا مطرح بشه. از نظر منم پرمندش معافه. یه فرم هست میدم خدمتتون، پر کنین، بعد مدارک پسرتون هم زمینش کنین، ایشالله یه بار دیگه تشریف بیارین، بعد مادر خدمتتون هست. آقا ببخشید، میخوام برم اسفو محله. نهار اومده نهارف. خسته نباشی. سلام، زنده باشی. گفتی کجا میری؟ میرم اسم محله. اسم ما دربست دیگه. باید دربست برم. میبینی که کسی نیست، دربست نریم فایده نداره. هی بریم بپن. میسم شریفی میشناسین؟ میسم شریفی. شریفی خیلی آشناس. آه، صاحب قبلی ماشین بوده. چطور میشناسیش؟ صاحب قبلی؟ شما این ماشین از خود آقای شریفی گرفتین؟ نه، از نمایشگاه خریدم وکالتی. عجب. در آشتی میتونم ببورتم چند خریدیم؟ عرب خیلی دندون گرد. با تو من بالای قیمت بازار میدم. حالا سه بالا پایینش کردیم راضی شد. بله. الو سلام، خوبی؟ میگم وقتی میخواییم ماشین تو بفروشی یه مشورتی هم با ما بکنی بد نیست. کی گفتم من ماشینمو فروختم؟ پسر خوب، من الان تو ماشینت نشستم، صاحب جدید ماشینت هم کنار دستم نشسته، میگه وکالتی خریدم. بهت زنگ میزنم. اومده؟ نه داداش نیومده. چه عصبانی
ماشین منو فروختیم، پس چرا پول منو نمیدین؟ مگه با ما معامله کردی مرد حسابی؟ بذار آقا غلامی بیاد خود بهش بگو دیگه. ها میتونی بهتری فکر کردین خر گیر آوردین داری منو میپیچونی؟ حالا میگم به بچه معامله نکن. همین تاش دیگه آقا غلامی، میگم معامله نکن به بچه. الانم نیست، برو رد کارت. ببین من تا پولمو نگیرم بابا اینجا رو بیرون نمیذارم. چی میخوای ازم؟ پولمو. حرف خوشم عالیت نیست نه؟ نه نیست. رد کارت برو ببینیم بابا. دستتو بکش. برو بابا برو. برو شهر نشو. ببین کیسه شن. میدونم با چی کار. برو دوباره کارت. برو. الو. امیرعلی کجایی؟ تو راه. مطمئن ماشین خودشه؟ بله خودشه. امیرعلی من میدونم اول شهر منتظرتم، زود بیه کارت دارم. سریع باش. باش خداحافظ. آقا یه محبت میکنیم اولین دور برگردونی که دیدیم دور بزنیم برگردیم میدونم اول شهر. شما کرایش رو بده، من تا شب ده بارم خواستی میبرم. همینجور اگه دور بزنیم. سلام خانم. سلام علیکم. بفرمایید. ببخشید من مزاحم شدم. خانم شیخ اینجا میشینه؟ والا یه چند سالی از اینجا رفتن. شما نمیدون کجا تشریف بردن؟ یه خانومی بود، دوستش بود که میومد اینجا. آدرس خیاطیشو بلدم. خب بس محبت میکنم به من آدرسی تلفنی. خواهش میکنم. داخل گلبرگ دوم ببین، داخل مشخصه. داخل گلبرگ دوم پر. بله بله. خیلی محبت کردید. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. بیا پایین این ماشین منه. پیاده شو. بله آروم باش. پیاده شو بابا. شلوغش نکن. این بود کار مهمت. آقا شما مدارک ماشین دلان همراهته؟ من ماشینو خریدم، پولش هم دادم. انتظار داره مدارک خرید ماشین بذارم رو شیشه. آره بابا این ماشین دوستیه، تو هم با اون بونگای هم دستی. یعنی تو به اگه باطل نمیگم ساکت باش. یه دقیقه ساکت باش، وایس سر جات. آقا شما مدارک ماشین دلان همراهت نیست؟ آقا من ماشینو خریدم، پولش هم دادم. حرف زور دارین میزنین. شک داری برو شکایت کن. باشه چش. شما ماشینو به نمایشگاه فروختی، پولتو نگرفتی ازش؟ قرار بود بریم محسر. نرفتیم محسر، نه باقی پولو بهم داده. آقا من میشه یه خواهش از شما بکنم؟ بزرگواری کن، برادری کن، 10 دقیقه وقت بذار، بیا با ما بریم پیش این نمایشگاه. آقا منو از کار و زندگی انداختی، میگی برو اونجا برو اونجا. آقا من هر چقدر هزینت باشه میدم. مشکل چیه؟ شما مگه مدارک نمیگی؟ آقا مگه مدارک نداری؟ مشکلی پس نداری دیگه. 10 دقیقه لطف کن در حق ما، بیا با ما بریم در این نمایشگاه. من تکلیف این موضوع رو روشن بکنم ببینم کی به کیه. بفرمایید آقا، خواهش میکنم. مثلا بگی بشین. خیلی ممنونم آقا. آقا دست درد نکن. یه لحظه همینجا وایسی، من الان میام. میسم تو کجا میای؟ بشین من الان برمیگردم. تو نگفتم نیا یا؟ رنگ نکمه دادیه، مدلش هم 95 تمیز تمیز، اصلا خیلی هم راه نرفته. نه خب یار ببینیم اینطوری رو هوا که نمیتونیم قیمت بدیم. خیلی اینطوری شما رو آخه برای اینکه شما رو یکی از دوستان من که جدیدن ازتون یه ماشین خریده به من معرفی کرد، گفت بیام اینجا خدمت آقای غلامی. ماشینو چیه؟ یه پراید هاشبک سفید ازتون خریده بوده. خود آقای غلامی هستن؟ چون الان یه خورده هم پول لازمم، سر قیمتش رو هم میام، مشکلی نداره. رای بدی بره. بله. آقا غلامی. بله بله. مشتری. اومدم. حالا آقا من میام. جونم من در خدمتم. غلامی هستم. آره شما خواهش میکنم. قربان شما. ماشین برای فروش داری؟ من در خدمتم. به خدمتتون هر شب که یه پژوهی به همکارتونم گفتم. خب آقا شما چرا پول برادر من نمیدی؟
پول برادرت؟ بله، برادر من یه پراید هاچبک سفید به شما فروخته. از قرار جنابالی نصف پولش هنوز بهش ندی. ماجرا چیه؟ آه اون پسر بچه هاچبک سفیده رو میگی دیگه؟ بله، نه؟ بله. کی گفته من ندادم؟ من همه پولشو دادم، مدارکش موجوده، میتونی ببینی، بفرما. چون شو بسن یه دقیقه آرومش میده ببینم اینجا چه خبره. بله آقا، این رسیده چی میشه؟ این برگم یا آقا امضا کرده، اقرارنامه است. بله این جانه اقرار بدین آقا. خودم بخونم. آقای حیدر غلامی از طرف این جانه وکالت تام برای معامله در محضر دارد. اینم رسیده. اجازه بدین آقا. مثل این امضای توه؟ بله. مطمئنی؟ بله. آقا اگه من پول ندادم پس این اقرارنامه برای چیه؟ به من بگو. نصف پولو دادی، باقیشو گفتی برو فردا بیار. رفیقم شاهده. روبا میگه شاهدت کیه؟ میگه دومم. آقا این چه درز حرف زدنه؟ میگم مثلا تو از ایشون پولتو گرفتی یا نگرفتی؟ نگرفتم به خدا. خب پس آقا قضیه چیه؟ مگه ما بیکار علافیم پاشیم بیایم اینجا بگیم به ما پول بده؟ خدا یه چیزی هست که این بچه داره میگه دیگه. پس خودش سوال کن آقای محترم، شاید خرج کرده، خرج زیاده، من چه میدونم. آقا من حساب کتابم درسته، من تا نمیدونستم طرف حسابم دوز از آب در چه یارو بنده چه کارته آقا؟ خوب چی رو آب شو رو با شما اینجا من با من طرفی آقای غلامی ببین میگم بارا دو تا باشخور اومدن تو این فروشگاه. بله بله درگیری درست کردن. لطفا خودتون رو برسونید. زمان جنگ با خانواده‌اش تهران زندگی میکرده. تو موشک بارون یه موشک میخوره به آپارتمانش و همه خانواده‌شون در جا شهید میشن. این میمونه با مامانش. مادرش هم که بنده خدا چند سال پیش فوت میکنه. طفلکی خیلی تنهاست. الان هم هیچ کسو نداره. سلام مادر. علیک سلام. قبول باشه. قبول حق باشه. شما از طرف خانم مهندس تشریف آوردی؟ نه مادر. خانم شیخی، شما مرتضی رو میشناسی؟ مرتضی؟ آره، من دنبال مرتضی میگردم مادر. شما کی هستی؟ من یه نامه از آقا مرتضی دارم، زمان جنگ برای شما نوشته. مرتضی؟ بله. آخ خدا بیامرزدش، چه پسر نازنین و مهربون و نجیبی بود آقا. دوست داشتم اگه بچه داشتم پسرم مرتضی بود. اونم رفت جبهه، دیگه بر نگشت. اونم منو تنها گذاشت. مادر شما مطمئنی مرتضی شهید شده؟ فامیلیش چی بود خانم شیخی؟ یادت میاد؟ بله، مرتضی نامداری. حالا اون نامه چیه؟ واکن بخون برام ببینم چی نوشته. خواستیم هماهنگ کنم خودشون براتون بخونن. چشم مادر براتون میخونیم. خانم مهندس نیامد؟
تو را عزیزم بهش زنگ زدم، گفت سرش خلوت بشه حتما میاد بهت سر میزنه. الان وقت نهاره، بلند شو. باشه، برید شما، من میام. خداحافظ مادر. بله امیرعلی. ای بابا، این پسر چرا هر روز یه شری به پا میکنه؟ باشه من الان میام. نه باید بیام. به بابات خبر دادی؟ اومدم. خداحافظ. آقا واسه شما چه فرق میکنه؟ شما فیلم سازی، مستند سازی، اینم یه مستنده دیگه. شما چی بهش میگین؟ میگین مستند تبلیغاتی صنعتی، درسته؟ بله. خیلی خوب دیگه، پس کاری نداره که قربونت برم. یه شات از سردر کارخونه میگیری، یه شات از بیرون میگیری، یه شات از داخل میگیری، یه چند تا شات هم از کارگرا و این دستگاه که دارن کار میکنن. آخرش هم یک نفر که صداش خوبه میگیم بیاد رون فیلم حرف بزنه. آقا اصلا میگم که یه صدا پیش از تهران میاریم، صدای اونو میذاریم روی فیلمه که کار کاملا اوکی اوکی باشه. عالیه، خیلی خوب. شما که ماشاءالله همه رو بلدی، خودتون بسازین دیگه. آقای شریفی موبایلتون خاموشه؟ نه. چطور؟ خانمتون تماس گرفته. خب بگو جلسه دارم، بعدا بهشون زنگ میزنم. مثل که کار واجبی دارم. الان پشت خطه؟ گفتن که به گوشیتون پیامک زدن. ببخشید. با اجازه. الو. سلام آقا. بگو سعید. آقا بالاخره با هزار تا بدبختی گرفتاری تونستم این خانم شیخ را پیدا کنم. آقا میگی این مرتضی شهید شده، ای به خشکی شانس. خیلی خوب، به سر بار کنگره شهدا بپرس ببین مزارش کجاست، بگو نامه را همونجا سر مزارش میکنه. چشم آقا، رو چشم. خداحافظ. پسرتون نه شاهدی داره برای حرفاش، نه مدرکی. ضمناً زیر برگه‌ای رو هم امضا کرده که تمام پول رو گرفته. با این تفاسیر تو هر دادگاهی بره محکومه. این آقا هم رفته از دست پسرتون شکایت کرده، گفته تهمت زده، رفته نمایشگاهشو به هم ریخته. ولی پسر ما مثل اینکه شاهد داره که این کار رو نکرده. همون که با هم دیگه رفتن ماشین رو فروختن، اسمش چی بود؟ اردلان. اتفاقا همون اردلان هم زیر اون برگه رو امضا کرده. خب ما الان باید چیکار کنیم جناب سروان؟ شما اول باید رضایت این بنده خدا رو بگیرید، وگرنه بعد پسرتون بره دادسرا تا قاضی براش تصمیم بگیره. تهمت، افترا، ضرب و شتم. یعنی چی؟ بقیه پول پراید میشه جونش؟ سر مدرک معامله مشکلی نداره، بالاخره باید بیشتر حواسش رو میگرد. کاری هم دست ما فعلا برنمیاد. حالا شما سعی کنید رضایتش رو بگیرید تا ما بررسی کنیم ببینیم این شخص با کسی دیگه هم این کارو کرده یا نه. پس شما درد نکنید. چی میشه ما گفتیم اکسالان داری شهید شده؟ یه خانم تا آسایشگاه سالمندان، یه جورای جای مادرش بوده. آلزایمریه؟ نه. مرسول نامداری شهید نشده.
شان من؟ بله. مطمئنی؟ بله. آقا یه بار دیگه چک کن. عزیزم دارم چک میکنم یه موضوع نامداری شهید نشده. آه آدرسش هم الان براتون می‌نویسم، میتونید برید پیشش. ماما بگی بشین. مرسی همون کیف ورداز مامان بشین. ببین پدرتو به چه کارایی وادار میکنی؟ مامان این نامرد پول منو خورده. بعدش هم مگه من به بابا گفتم پاشه بیاد؟ مگه من گفتم بیاد عذرخواهی کنه؟ این خودبازیاتو تموم کن. نکنه عوض کردی بری زندان، آبروی خانواده‌رم ببری. اصلا کی گفت شما پاشین بیان اینجا؟ ها؟ کی گفت شما بیان که اینجا آبروتون بره؟ همش تقصیر توئه. راست میگی والا، تقصیر منه. باید میذاشتم اونجا مفصل کتکش بزنن تا حساب کار بیاد دستش. آقا من خودم جربوزه دارم گلیممو عذاب بکشم بیرون. میسم. بسه. تو کلانتری بسه دیگه میسم. بزرگ شو. اصلا تو اینجا چیکار میکنی؟ ها؟ میسم. ساکت میشی یا نه؟ ببخشید به سوگلیتون بی‌احترامی کردم. بریت میکنم میرم ها. پاشین برین. یه جوری میگین انگار واسه من اومدین. به خدا اگه ترس از آبروتون نبود پاتونم اینجا نمیذاشتین. تو نمیفهمی خانواده دارن برای چی کار میکنن. نهاش خانم، این کلن عقد و کلش نیست آب سرتون. نفهمه. تو یکی ساکت شا کیسشن. ببین بس که هنوز تنگ میخوره ها. زشته آقای دکتر. شما بگی من تا پولم از این یارو نگیرم از اینجا بیرون نمیرم. تو غلط میکنی دور برای همچون آدم های پیدات بشه دیگه. سلام آقا. آقا این مرتضی زنده است؟ بله آقا، مثل که اسیر بوده ولی اسمش تو لیست سر به سوق نبوده. بله آقا، آدرسش گرفتم دارم میرم سراغش. باشه، دست درد نکنه. خیلی الان نمیتونم عزیزم. باشه دست درد نکنه. آره برو برو، من به زنگ میزنم. سعید خیلی باشه، خداحافظ. سعید اومدن چیزی بهش نگو، خواهش میکنم. اومدن. خب بریم آقا، خیلی گذشت. بریم. خدا رو شکر. شیر به خیلی گذشت. تو ماشینو به اجازه کی فروختی؟ ماشین خودم. باسه اونم باید اجازه بگیرم. ببین چه پروه، ماشین خودته. برای زحمت کشیدی، رفتی بیل زدی. آره؟ اصلا تو این همه پول واسه چی میخواستی؟ همون دیگه، حواستون به من نیست. همه چیزتون شده این آقا دکتر. چقدر بگم من نشستم پشت مانیتور رو زدن چهار تا تصویر بعدم میاد. واسه کارم میخواستم، میخواستم بزنم به کارم. نگرانم نباشید، پول تا قرون آخر برمیگردونم. واسه خونه آقا دکترم کم نمیاد. خب چرا ربطی به من داره؟ تو مگه کار بلدی؟ تو مگه کاسبی بلدی؟ پسر خوب، یه ماشین فروختی تا گردن سرت کلا گذاشتن. ببین سعید، از حالا به بعد من هیچ کاری به تو ندهم. حالا هر چی عللی تللی کردی نوش جونت. فردا دست به زانوت میگیری میری دنبال زندگیت. اتفاقا قضیه معافیت هم درست شده بود، ولی دیگه فکرش هم نکن، من دنبالش نمیرم. درک خاک تو سر من که از شما انتظار دارم. چیکار کردین واسه من؟ مردم بچه هاشون رو شیش ماه میفرستن کانادا، اون وقت اوج حال ما شده شیراز. فقط نگران این که مردم چجوری نگاهتون میکنن آقای پدر. ای بابا زشته تو حیات پاسکا آبرومون رفت. سید فلش کن. بیا برو ببینم میسم. بیا برو من بابا اینا رو میارم. بیا برو دوباره خرابکاری نکن میسم. آقای شریفی یه روز پیر میشین، سنتون میره بالا، اون وقت میخوام ببینم کی دستتونو میگیره. میسم زشته، والا زشته، به خدا زشته. امیرعلی تو ماشین بابا تو ببر. بابا بریم، فقط بریم. بیا بریم، آبرومون رفت تو کلانتری. بیا بریم آقا. بریم بابا، برو من میام. برو بریم من میام. باش بریم. خوبی؟ بیا بریم. آره برو. چرا تلفن تو جواب نمیدی؟ ساحله. چی کار داره؟ حتما رفتن خانه سالمندان منتظر منم. اونجا برای چی؟ یکی از دامه ها مربوط میشه به یه خانم محسنی به نام خانم شیخی. منم اصلا امروز حوصله‌اش ندارم. خانم شیخی؟
چه جالب. چی جالبه؟ حالا بریم اونجا متوجه میشیم. من نمیام، گفتم که حوصله ندارم. بریم اونجا حوصله پیدا میکنیم. این فیلمتون تموم نشد؟ خسته شدم. تا کی باید اینجا بشینم؟ چشم مادر، یه دقیقه دیگه. سلام مادر. سلام مادر. مرتضی توی؟ کجا بودی؟ مادر. کجا بودی مادر؟ مادر. مادر تو رو خدا، خیلی شما رو زحمت دادم. مجدد با حضرت زهرا. خواهش میکنم. خانم شیخی جان، ببینین یه همسفر بهتر از آن پیدا کردیم برای زیارت. اختیار دادین. الهی خدا بهش عمر طولانی بده. مادرتم مادر. سایش به سر بچه‌هاش باشه. الهی آمین. این دفعه از اینجا به بعد منم یه مادر بزرگ پدری دارم برای بچه‌ام. خدا رو شکر. خدا رو شکر. قربونت برم. برو تو رو خدا. سفر خوبی داشته باشی. زنده باشی. برو خیلی کار داری. چش چش. خیلی ممنونم. اجدت بازرها چی میخوای واسات بیارم؟ سلامتی مالا. سلامتی تعارف نکن بابان جو، بفرمایید. خودم حالا یه چیزایی که شایستت باشه واسات میارم. اینجا چرا مادر؟ بفرمایید جلو بشینید. نه مادر، من میترسم صندلی عقب راحت. دست فرمونم خوبا. خداحافظ مادر. خداحافظ. برو قربونت. چش چش. خداحافظ. اینجا هر کی برام مادرش نامه می‌نویسه من حسودیم میشه. بهشون میگم شما خیلی بچه ننه. اینجا جای مرداست نه بچه ننه ها. سر به سرشون میذارم که نفهمم من چقدر دلتنگ مادرم. چقدر آرزو دارم سرم رو پای مادر بذارم و درد دل کنم. اینجا گاهی دلتنگی آوار میشه رو سینم و امونم و میبره. اینا رو نوشتم که بگم من شما رو مثل یه مادر دوست دارم، چون مثل یه مادر به هم مهربونی کردیم. برای همین دلم میخواد اگه بشه منو به عنوان فرزند خودتون قبول کنیم، تا منم مثل این بچه ننه ها یه گوشه سنگر بشینم و برام مادرم نامه بنویسم. منو بگو دل به کی بستم؟ تو هم بی خانمان شدی. درستش میکنم. چیو درست میکنی؟ تو اگه آدم این حرفا بودی که یه حرکتی میکردی. دیگه چی کار باید میکردم؟ بدبختی من اینه که هر کاری میکنم میخوره تو دیوار. تو رو خدا نگو که بدشانسی، که اصلا حوصله ندارم شریک یه آدم بدشانس بشم. سحر خانم، همینجوری نمیمونه. آره همینجوری که نمیمونه، هی روز به روز بدتر میشه. فکر کردی منو بردی تو اون خونه خرابه انداختی همیشه تموم شد؟ نه بابا، دو روز دیگه گندش در میاد. این همسایتون زنگ میزنن به بابات میگن این دختری کیه شبا میاد خونتون میخوابه؟ خونه رو دادین اجاره یا تجدید فراش کردین؟ خودش هم که یه خط در میون اونجاست. کی؟ بابام؟ بله. هر موقع میاد باید یه سوراخی پیدا کنم برم قایم شم. فقط طاقت بیار، همه چی رو درست میکنم. تو مثل این که نمیفهمی. مشکلت اینه که واسه زندگیت برنامه نداری، منم علاف خودت کردی. تو که میدونی من بهت علاقه دارم، تو دیگه چرا اینجوری با من حرف میزنی؟ میسم. بله. من و تو واسه این که کنار هم باشیم فقط یک شانس داریم. چه شانسی؟ قول میدی دهنت قرص باشه به کسی حرفی نزنی؟ امشب مشکوک شدی، چی شده؟ بگو قول میدی یا نه؟ بله قول میدم. قسم بخور. سحر قسم بخور. به جان خودم بهت قول میدم. چی شده؟ Thank you.
خب چی شد؟ الان بخون. این چیه؟ برگ برنده. خب که چی؟ بخون. نوشتمش که باورت بشه